مثلا نازنین هم در این کلیپ زمان تولد رضا شاه دوم رو دیدیم، بعد انقلاب میشه و ببینید کشور ما از اون صحنه ای که دیدید، اون آراستگی بانوان، لباس های شیک مردان، میایم با تبدیل کشورمون به رژیم اسلامی، با توطئه خارجی و خیانت ایدئولوگ ها و کسانی که در کشور ما در این توطئه دست داشتن، ببینید به کجا کارمون میکشه. شهروند ایرانی به نظر شما کوشششون الان درسته؟ شما من شهروند بزنم اونطور که نه، از نظر به صلاح موهاتون که الان بیرونه، شالی که رو سرتونه، به نظر شما الان کوشششتون خیلی از نظر خودتون؟ خب من فقط الان موهام وارد داره. اگه ممکنه بله دیگه، فقط موهاتون الان بیرونه، شالتون رو زحمت بکشین درست کنین. سارافون تنتون اصلا از نظر حجاب اسلامی الان این مانتو به عنوان یه پوشش قابل قبول نیست. چرا؟ آستین که داره. نه دیگه، این سارافون الان تو تنتون کرده، قبول ندارین سارافون تنتونه؟ خب سارافون به مانتو چه فرقی داره؟ مانتو حالا آستینش چسبیده به این دیگه. حالا تشریف بیارین اینجا، وقتتون بخیر. شما به عنوان یه همشهری، یه هموطن ایرانی، پوشششتون از نظر اسلامی، از نظر عرف جامعه اشکال نداره به نظر خودتون؟ به نظر خودتون خانم محترم اشکال داره یا نداره؟ الان قبول دارین که اشکال داره دیگه؟ هم شالتون نازکه، موهاتون کلا بیرونه، مانتوتون تنگه، کوتاهه. لطف کنین تعویض کنین، یه جوری بگردین که مغایر این عرف جامعه ما نباشه تو این مملکت. چل لحظه سب کنید همینجا اگر میشه. پشتتون موهاتون معلومه، بعد مانتوتونم که هم، شلوارتونم که کوتاهه. شما بابا تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم. عرض ادب دارم خدمتون، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. سعید سکویی هستم در تلویزیون جهانی آریامه. هفته گذشته در پاسخ به مقاله‌ای که جناب آقای اسماعیل نورعلا در ارتباط با معمای رضا پهلوی نوشته بودند، که با عکس العمل شدید بسیاری از هموطنان ما مواجه شد، یک پاسخی هم جناب آقای دکتر احمد پناهنده به ایشون داده بودن که بخش اولش رو براتون بازخوانی کردم. بخش دوم پاسخ جناب آقای دکتر احمد پناهنده به آقای اسماعیل نورعلا رو هم که اومده بیرون، اون رو براتون بازخوانی میکنم. بسیار در خور توجه و ای کاش ما 20 سال پیش شروع میکردیم به امثال نورعلاها، به امثال تودهیها، اکثریتیها، جبهه ملیها، به اینها پاسخ میدادیم و این زخم کهنه، این زخم رو نمیذاشتیم کهنه بشه. امروز در دفتر کارم که نشسته بودم کار برنامه امشب رو آماده میکردم، همینطور که یک نگاهی گذرا به تلویزیون ها می کردم، باز دیدم اون آقای چالشگر چپ در تلویزیون پارس نشسته بود و به پادشاه ما، به نماد و سمبل آزادی ما و ما ایرانیان توهین می کرد و می گفت اون یارو خودش گفته که اگر جمهوری بشه من به 90% آرزوم می رسم. وقت ببینید اینایی که اینجا می شینن تو این تلویزیون ها چی میگن به یک شخصیتی که همگان به او احترام میگذارن واژه یارو به کار میبرن. و من هم دیشب قول دادم که
به تلویزیون های دیگه نپردازم، این قولم رو که حفظ میکنم، ولی امیدوارم که آقای شجره چلوی این شخصیت ها و این صحبت ها رو بگیرن تا ما بتونیم در یک محیط تمیزتری، در یک محیط پاک کار سیاسی و فعالیتمون رو بکنیم. یک تذکر فعلا میدیم. دکتر خبیر، جناب آقای دکتر خبیر، دوست بسیار خوب و نازنین من، تلفن کردند و گفتند شماره جدید پیام آزادی، گویا رژیم اسلامی این فریکونسی اینا رو، جایی که تلویزیون پیام آزادی هست رو قصبش کردن و تلویزیون اینها رو فریکونسیشو به یک جای دیگه انداختن، که از نظر قانونی جناب آقای دکتر خبیر خودشون وکیل هستن، دارن تعقیب میکنن و ایشون فرمودند که شماره جدید پیام آزادی فرکانسش از 12115 MHz، سیمبل ریتش هم هست 22425 ورتیکال. تکرار میکنم، تلویزیون پیام آزادی که دوست بسیار نازنینه، وطن پرست من، مبارز من، شخصیتی که همه او رو دوست داریم و بهش احترام میگذاریم غالباً، فریدون توفیقی نازنینم و جناب خبیر که بنده برای ایشون هم بسیار احترام قائل هستم، مدیر تلویزیون پیام آزادی، به روی فریکونسی 12115 و سیمبل ریت 22425 ورتیکال رفتن، که من هم خودم بلا واسطه این رو تنظیم خواهم کرد، چون من از بیننده های هر روزه فریدون توفیقی نازنینم هستم. بسیار هم خوشحال شدم از این که بچه ها هستند و ما شاهد مبارزات پیگیر و وطن پرستانه فریدون توفیقی نازنینمون خواهیم بود. حضورتون عرض کنم که جواب نقدگونه بر معمای رضا پهلوی که جناب اسماعیل نوری علا نوشته بودن، این باقی مانده جواب جناب آقای دکتر احمد پناهنده به آقای اسماعیل نوری علا است. ایشون می نویسند که در قسمت اول همین نوشته سعی شد که منظور پنهان آقای نوری علا در لابلای نوشته هایشان بیرون کشیده شود و بر مردم عیان گردد و همچنین بر مردم عیان گردد و همچنین برخوردهای غیر منصفانه ایشان را که آنجا حرف و خواسته های درونشان را از زبان شاهزاده رضا پهلوی جاری می کردند و بعد نتیجه مطلوب خودشان را می گرفتند نشان دادند. در این قسمت سعی می کنم بدور از هر گونه حب و بغضی گام به گام نوشتهشان را مورد بازبینی قرار دهم و نکات پنهان را که ایشان به عمد پنهان می کنند بیرون بکشم و روشن کنم که با این نوشتار چه اهدافی را ایشان دنبال می کنند.